بر ضد منافع ایران تحریکاتی می شود. دو شعارهایی می شنوید که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی همچین شعاری نمی‌دهد. ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم. چی تو می شود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که به من به وسیله خارجی به اون کشیده شد؟ ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شدند. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشد اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا از 30 میلیون جمعیت مطمئن هست که 29 میلیون 900 و خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. صفوف ایرانی باید از هم جدا بشه، این دو صف باید از هم جدا بشه. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. درود در شما ایران پرستان عزیز، امروز با شما هستیم تا در مورد آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آقای روحانی برنامه‌ای داشته باشیم و در این برنامه تلاش میکنیم به شما نشون بدیم چگونه آقای ظریف و جریان اصلاحات به ویژه در راستای گلوبالیزه کردن ایران ستون پنجم غربی ها هستن و چه خیانت های گسترده ای رو تا به امروز انجام دادن. این برنامه بسیار مهمه، با ما همراه باشید. یه مقدمه کوتاه فقط من بگم، سر بحث اقلیم کردی عراق، این همه پرسی غیرقانونی شون دست خیلی ها در اپوزیسیون و جبهه اصلاحات رو شد که به مانند یک ارکستر هماهنگ در راستای گلوبالیزه کردن و تجزیه منطقه چه فعالیتایی دارن میکنن و سرشون به چه جریانات جاسوسی وصله، به مانند موساد که حالا بحثشو در برنامه‌های گذشته در مورد آقای لوی، در مورد آقای کوشنر، همه اینا رو مطرح کردیم، در این برنامه هم به شکلای دیگه مطرح میکنیم. فقط یک نکته‌ای رو من حائز اهمیت میدونم، چون من از واژه اصلاحات و واژه اپوزیسیون نام آوردن، الان یه عده اون کسانی که همیشه به من حمله میکنن و عادت دارن میگن دیدید این مأمور مثلا اصولگرا هست، به اصولگرا نمیپردازه. من به این عزیزان بگم برنامه‌ای رو ما در ظرف دو سه روز آینده خواهیم داشت در برای ثبت در تاریخ به ویژه چهره‌هایی که از اصلاحات و اپوزیسیون از این همه پرسی اقلیم کردی عراق به طرق مختلف حمایت کردن پرده برداری میکنیم و افشاشون میکنیم. من از این دسته از عزیزانی که به من حمله میکنن رو آسمون همینجوری رو باد هوا حرف میزنن اصولا و هیچ سند و مدرکی هیچ وقت ندارن، خواهش میکنم که چهره های اصولگرایی که حمایت کردن از این همه پرسی اقلیم کردی عراق به هر شکلی معرفی بکنن تا ما در این برنامه بیاریم، چون ما فقط برنامه‌مون منافع ملی ایران مهمه و با هیچ کسی هم سر شوخی نداریم. ولی شخصا خودم خیلی گشتم هیچ چهره اصولگرایی رو ندیدم موضعی رو بگیره در این راستا که برخلاف منافع ملی در مورد همه پرسی غیرقانونی اقلیم کردی عراق باشه. و بیشتر مواضعی که گرفتن حتی بی سوادشون دیگه مثل جنتی بود دیگه، جنتی بی سواد انقدر، یعنی تبلیغات گسترده جریان راست ملی، حالا نامشو میخواید بذارید پانیانی، ناممونو میخواید بذارید اقتدار، مثلا کسانی که به دنبال اقتدارگرایی هستن و اقتدار ملی براشون مهم و منافع ملی، کار به جایی رسید که جنتی وقتی رفت صحبت کرد من نمیدونم چه خبره، فقط میدونم که اینجا استله دوم میخواد پیاده شه و تجزیه و اینا، برید جلوشو بگیرید. یعنی مواضعی که اصولگرا گرفتن همداستان بود با جریان اقتدارگرایی که ما داریم ازش پشتیبانی میکنیم. نام ما جریان اقتدارگرایی و منافع ملی برامون از همه چی مهمتره، ملیگرایی، این که واقعا ملیگرایی راستی هستیم، نه از اون دست ملیگراهای مشمعز کننده اپوزیسیون لس آنجلسی، به راستی ملیگرا هستیم و دیدگاه ژرفی تو این زمینه داریم. بنابراین عزیزان اگر چهره ای را دیدید از اصولگرا به ما معرفی کنید. و وارد برنامه میخوام بشم در مورد آقای ظریف، خیلی برنامه مهمیه. اول از همه من اینو بگم که آقای ظریف از سال 1355 با ویزای دانشجویی بلند میشه میره در آمریکا تحصیل میکنه، در سان فرانسیسکو دیپلمش رو میگیره، بعد از دیگه اونجا در تحصیلاتش حالا دکتراش رو میگیره در دانشگاه‌های مختلف، کاری ندارم. ولی چیزی که برام مهمه اینه که در همون زمان که ایشون بلند شده بودن رفته بودن در تظاهراتی که علیه پادشاه فقید برگزار میشه گویا شرکت میکنن. این عکسی که از ایشون میبینید خیلی ها منتسب میکنن به تظاهراتی که علیه پادشاه توسط کنفدراسیون دانشجویان، جریان خائنی که بیشترشون مارکسیست بودن و اتحاد پیدا کرده بودن با اسلامیست‌ها، ارتجای سرخ و سیاه رو پیاده کرده بودن رفتن. البته بعضی ها منتسب میکنن به تظاهراتی که در راستای حمایت از فلسطین در همون سالها در آمریکا برگزار شده و ایشون رفته سخنرانی کرده. من قضاوت نمی‌کنم، ولی خب این بحث در مورد آقای ظریف هست،
خب شوربختانه اطلاعات کمه، ما خیلی گشتیم و چیز زیادی تو این مقطع زمانی از آقای ظریف پیدا نکردیم به جز همین عکس و چیزای دیگه‌ای که زیاد قابل گفتن نبود، یعنی ارزش گفتن نداشت که بیایم بیان کنیم. اما نکته‌ای که خیلی مهمه، آقای ظریف دو فرزندش به نام مهدی و مهسا یه دختر دارن یه پسر، هر دو در آمریکا به دنیا میان و گویا هر دو در آمریکا دارن زندگی میکنن. البته این نکته رو من ذکر بکنم، آقای ظریف در زمانی که توسط آقای روحانی در سال 91 به عنوان وزیر امور خارجه منتصب شده، در سخنرانی که در این راسته کردن گفتن فرزندانشون در ایران دارن زندگی میکنن، اما من شنیده های دیگری دارم که این دو فرزندشون دائم میرن و میان و زندگیشون در آمریکاست. تا جایی به خصوص پسر ایشون آقای مهدی ظریف در آمریکا زندگی کرده، اینقدر روابط گسترده‌ای داره، به ویژه هم خود آقای ظریف و هم پسرشون با جریان دموکرات های آمریکا اینقدر ارتباطاتشون نزدیکه که خانم میشل هیکفورد یکی از نویسندگان روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز، مثل اینکه در نیویورک تایمز این خانم میاد مقاله اینو مینویسه به نام اینکه باور نخواهید کرد که ساقدوش داماد آقای جان کریک چه کسی بوده، و در اونجا خانم هیکفورد مینویسه که پسر آقای ظریف ساقدوش داماد آقای جان کریه، داماد آقای جان کری یک ایرانی الاصله و آقای مهدی ظریف هم گویا باشون ارتباط نزدیکی داشته و در مراسم عروسی دختر آقای جان کری پسر ظریف دیده میشه گویا. البته بعد تکذیب میشه، حتی صدای آمریکا تکذیب دختر آقای جان کری رو منتشر میکنه، ولی بحثش در آمریکا خیلی داغ میشه چون آقای ظریف ارتباطات گسترده‌ای با دموکرات‌های آمریکایی داره، ولی بعد تکذیب میکنه دختر آقای کری. حالا اینو بذاریم کنار. نکته‌ای که جالبه، روزنامه هرالد تریبون مقاله ای رو از آقای وان هوگ منتشر میکنه و به روابط گسترده آقای محمد جواد ظریف با جریان دموکرات ها میپردازه و در اونجا مشخصا اینو مینویسه: محمد جواد ظریف به اندازه در دانشگاه ها، محافل عمومی سیاسی و اجتماعی حضور پیدا میکنن که لیزا اندرسون رئیس دانشکده امور بین الملل دانشگاه کلمبیا از وی پرسیده است که آیا قصد شرکت در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را دارد؟ دقیقاً، یعنی این صحبت رو ما نمیگیم، نویسنده آمریکا آقای وارن هوگ داره میگه در روزنامه هرالد تریبون. یعنی این ارتباط نزدیک آقای ظریف با دموکرات هست که همچین مسئله هم مطرح میشه و روابط زیادی که در آمریکا دارن. خبرگزاری رویترز هم در مورد آقای ظریف وقتی که مطلبی مینویسه دقیقاً این مطلب رو مینویسه، میگه ظریف مسابقه کسی است که انگلیسی را روان صحبت میکند و دکترای خود را از دانشگاه های آمریکا گرفته است و محور اصلیه، اینو دقت کنید، و محور اصلیه چند بار مذاکرات محرمانه بوده، مذاکرات محرمانه تا بتواند بر 35 سال دوری واشنگتن و تهران فائق آید. این صحبت رویترز. حالا همین رو بزنیم که نه، چون یه نکته خیلی مهمتری رو در میخوام بگم که من اینجا هدفم اینه که بگم آقای ظریف چقدر رابطه نزدیکی با مقامات آمریکایی و حتی امنیتی آمریکا داره. یکی از این مقامات امنیتی آقای هنری آلفرد کیسینجر، همه میشناسنش، آقای کیسینجر مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا بوده. آقای کیسینجر انقدر رابطش نزدیکه با آقای ظریف، کتاب خودش رو شخصاً، کتابی که آقای کیسینجر می‌نویسه، شخصاً به آقای ظریف هدیه میده با امضای خودش و میگه دوست عزیزم. این یکی از اون نکات جالبه که می‌خواستم بهتون بگم. کیسینجر آدم کمی نیست تو این حوزه. و ببینید چقدر رابطه نزدیک باشه که بین دو کشور انقدر شکرابه و آقای ظریف اینقدر رابطش نزدیکه با اینا. حالا همینه که میخوام بگم فعلا دلیل نیست، ولی میریم جلوتر بهتون خواهم گفت. این پیشینه ی آقای ظریفه تا اینکه میاد جلو و ما به خیانت برجام برمیخوریم، خیانتی که به راستی اینقدر گسترده است. شما نگاه کنید، پولای بلوکه شده خودمون رو در این برجام قرار میشه آمریکا آزاد کنه، پولای بلوکه شده که از زمان پادشاهی فقید داشتین، به جاش ما رو خلع سلاح کنه، تو سری خورمون کنه، سلاح هسته‌ای نداشته باشین. تمام زحماتی که در این سالها کشیده بودن مهندسان هسته‌ای ایران بلند شدن رفتن در سانتریفیوژا همه رو بتون کردن. و من چند بار البته در آینده دورتر برنامه‌ای رو اگه لازم باشه خواهم ساخت و نشان خواهم داد و ثابت میکنم در این اپوزیسیون، در فضای رسانه‌ای، در تمام مسائلی که خیلی دارن روشنگری میکنم، میام با اسناد ثابت میکنم
که این قرارداد برجام بند به بندش رو با قرارداد ترکمنچای و گلستان مقایسه میکنن و حتی با قرارداد آخال که سمرقند و بخارا رو از ما جدا کرد میام مقایسه میکنم که قرارداد برجام به مراتب ننگ آورتر از قرارداد ترکمنچای گلستان بوده. چرا؟ بذارید براتون خواهم گفت. البته در اینجا یه کوتاه میگم ولی در آینده اگه لازم باشه یک برنامه خیلی جامعی تو این زمینه میسازم. بند ب این قرارداد برجامی که آقای ظریف با اسپانشه میگه که اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. این در بند ب اساس این برجام اینه که ما مثلا سلاح هسته‌ای نداشته باشیم. چرا؟ اسرائیل داره، آمریکا داره، پاکستان داره، چرا ما نباید داشته باشیم؟ اینا نکات میخوان خلع سلاح میکنن، دقیقاً کاری که در 200 سال گذشته چه در دوران قاجار چه در دوران پادشاه فقید که ماه پادشاه فقید میخواست ارتش رو قوی کنه، هر روز میومدن با پادشاه فقید مصاحبه میکردن، فشار میآوردن که تو چرا داری قدرت نظامی تو گسترده میکنی. و بعد دیدیم در جنگ با عراق مثلا سر همین خرید جسه خیلی پادشاه فقید رو اذیت کردن خبرگزاری های فرانسه اینا. و در جنگ با عراق ما دیدیم عملا وقتی که آلمان به ما سیم خاردار نفروخت این سلاح‌های پادشاه فقید بود گذاشت ما رو پامون وایسیم. و من آمار جنگ رو در گذشته در برنامه‌ای که چرا در منطقه باید حضور داشته باشیم اومدم همه اینا رو بیان کردم که عراق به ما 550 تا موشک زده، ما فقط 70 تا موشک زدیم. و انسان‌های بی‌غیرت اینا رو نمی‌فهمن. و الان در برجام بنده بهش ما میگیم اوکی ما فقط میخواییم صلح آمیز، یعنی همینش خیانته. حالا میگم چرا. در بند جیم برمیگرده میگه که ایران مجددن تأیید مینماید مجددن که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح هسته‌ای تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد برد. اوج خیانت. یعنی در هیچگاه و تحت هیچ شرایطی. هیچ شرایطی یعنی چی؟ یعنی الان عربستان سلاح هسته‌ای داشته باشه سر ما بخواد بندازه، هیچ شرایطی دیگه ما قول دادیم تحت هیچ شرایطی سلاح نخواهیم داشت، ما حق نداریم بریم بسازیم. یعنی اگه کشور باید حداقل اونجا آقای ظریف اگه یه ذره غیرت داشتی اونجا یه بندی اضافه میکردی که ایران حالا قول میده، حالا تو که داری خیانت میکنی حداقل کمتر بکن، قول میده تا زمانی که کشورهای همسایه سلاح هسته‌ای ندارن ما هم نخواهیم داشت. اگه عربستان داشته باشه چی؟ یا الان اسرائیل داره چی؟ چرا یه همچین قولی ها دادی آقای ظریف؟ این خیانته. و حالا بهتون میگم چرا بدتر از خیانت گلستانه. و در بند 15 در ماده هسته‌ای این برجام اومده که برجام به مدت 25 سال آینده آژانس بین المللی همین آژانس هسته‌ای تا 25 سال آینده اجازه نظارت در تمام سطوح را خواهد داشت در ایران. یعنی میتونن نمایندگان آژانس هسته‌ای بیان کل زندگی ما رو در ایران زیر رو کنن، یعنی همه چیزمون رو خلع سلاح کنن، مطمئنشن خیلی چیزا رو نداریم، بعد یه اشاره کنن حمله نظامی به ایران بشه برای تیکه تیکه کردن ایران. اگه تاریخ 2300 ساله رو بعضیا خونده باشن میفهمن چه اتفاقی داره میفته و چرا برجام بدتر از گلستان و ترکمنچایه. و حتی آخال در ارتباط با گلستان و ترکمنچای مشخصا بگم زمانی که روسیه تزاری داشت وارد ایران میخواست بشه و قفقاز اومد پایین، اون موقع قشون قاجار ضعیف بود و دید که ارتش روسیه تزاری انقدر قویه که میاد پایین و کشتار زیادی میکنه و بیشتر بخشای خاک ایران رو تصاحب خواهد کرد. و در اونجا قاجارها برای اینکه دیدن قشونشون ضعیف است و برای اینکه دیدن قساوت این ارتش روسیه انقدر زیاده که همینجوری داره میکشه و میاره از قفقاز پایین، اونجا میره قراردادی میبنده، چون میبینه که حریف این ارتش نمیشه. و این اون چیزیست که امروز نکته ایست که حالا اینجا نگه داری تا بهتون برم بگم. و اونجا میره با سنان روسیه تزاری، ارتش سوی روسیه تزاری صحبت میکنه، میگه آقا قفقاز و اینا مال شما طبق قرارداد گلستان و ترکمنچای تا 100 سال قرارداد 100 ساله میبنده و تا 100 سال که 100 سالش الان تموم شده باید قفقاز رو تا اینا رو به ما برگردونن، ولی قرارداد 100 ساله میبنده و باعث میشه که ارتش روسیه دیگه پایین‌تر نیاد و کشتار بیشتری نکنه. و این خیلی ننگاور برجام که به خاطر حالا اونجا به خاطر جان مردم، به خاطر اینکه ارتشمون ضعیف بود با داشته هایی که داشتیم این کارو کرد و
روسیه تزاری که میتونست بیاد گیلان و میتونست بیاد پایین تر خیلی بخش دیگه ما رو بگیره، با قرارداد ترکمنچای گلستان تا همون قفقاز اینا نگهش داشتن. اما شما نگاه کنید در خیانت برجام بحث پوله، پولای بلوکه شدمون رو به ما دادن، اون وقت ما این همه تلاش و این همه دانشمندان هسته ایمون ترور شدن اینا، ما راحت بی غیرتی کردیم. اون وقت ادعا میکنه این حکومت خاک بر سر که داره جلوی غرب وای میسته و اینا، راحت خودشونو خل اصلاح کردن، راحت گفتن بیاین سانتریفیوژای ما رو پر بکنید. برای همین قرارداد ترکمنچای و گلستان بدتر قرارداد برجام، چون اونجا بحث جان بود، اونجا بحث ارتش بود، اونجا بحث این بود که زمینمون رو داشتن، اینجا بحث پولای بلوکه شدهمونه و تحریمایی است که برامون بستن. و دیدید عملا مردم بی غیرتی که ریختن تو خیابون شادی کردن، امروز ببینن عملا همون تحریمایی که آمریکا گفته بود برمی‌داریم عملا برداشته نشد. به ما صحبت‌های دیگه به دلایل و بهانه‌های حقوق بشری دیگه اومدن اینا رو اعمال کردن. خیلی اینا حقوق بشر دوستن آمریکا، اینا برن یقه عربستان بگیرن. الان بعضی اینو میگن، بعضی میگن دیدی زناشون رفتن ورزشگاه، به قول مقاله‌ای که همسرم نوشته بود بردگان جنسیشون، حالا یه دونه هم اجازه دادن تو ورزشگاه با روبندو اینا برن بشینن که چی؟ خیلی عقب‌تر از ما هستن تو این حوزه‌ها. ولی خب شما میبینید که هنوزم که هنوزه در عربستان سر رو دارن تو خیابون میزنن. یک قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در عربستان تا حالا ثبت نشده، تا حالا منتشر نشده، تا حالا تصویب نشده، ولی در مورد ایران پشت دست. میدونید مشکل چیه؟ قبلا تو برنامه دیگه هم گفتم مشکل اینه ایران باید خلع اصلاح بشه، به مانند دوران قاجار که هر ارتش بی پدر و مادری مثل روسیه تزاری هم به ما حمله کرد، ما از ترس جان نمون، از ترس اینکه تلفات بیشتر بشه و از ترس اینکه قشونمون ارتشمون به زور ارتش روسیه تزاری نمیرسه، راحت تسلیم بشیم و قراردادهای ترکمنچه و گلستان دیگر هم در راه بیاد. اینا میخوان همیشه ایرانو تو سری خور بکنن که ایران مجبور بشه خودش پیشنهاد قرارداد ترکمنچه و آخالات و قرارداد گلستان رو امضا کنه. این مشکله و با برجام آقای ظریف این کار رو کرد که در این مورد بعداً برنامه بیشتری خواهم ساخت. ولی ول کنیم، اینو حالا بریم جلوتر. یکی از خیانت‌ها که یه نکته جالبی رو می‌خواستم بگم حالا که این البته خیانت نیست، در اینجا آقای ظریف در توییترش چند سال پیش عید یهودی‌ها رو تبریک میگه. این کارش نه تنها خیانت نیست، خیلی هم خوبه. منم دوستان یهودی نزدیکی دارم، عیدشون رو همیشه تبریک میگم. این یه نکته. اما در اونجا که عید یهودی‌ها رو تبریک میگه، خانم کریستین پولوسی، دختر نانسی پولوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، میاد برای آقای ظریف کامنت مینویسه و اونجا چیزی رو مینویسه که من چون دارم توی اروپا زندگی میکنم نمیتونم بگم، نمیتونم بازش بکنم، نمیخوامم باز کنم. ولی درخواستی از آقای ظریف میکنه تو اون کامنت که نمیتونم بگم، خیلی سربسته میگم. و آقای ظریف درخواست ایشونو اجابت میکنه، نه تنها اجابت میکنه و بارها دیگر هم، چون خیلی شک دارن که این کامنت خود آقای ظریف باشه، بارها و بارهای دیگر ایشون در مصاحبه و گفتگوهای گوناگون اون مسئله‌ای که خانم کریستین پولوسی، دختر خانم نانسی پولوسی، ازش خواسته بود و مطرح میکنه، تایید میکنه دوباره. و اتفاقا به خاطر تایید همین صحبتشه که صهیونیست‌ها ازش خوششون میاد و تمام رسانه‌های صهیونیست از آقای ظریف میان تعریف و تمجید میکنن و تا مقامات بالا فلان و این آدم خیلی دموکرات و این آدم روشنیه میبرنش بالا. و کار به جایی میرسه که رابین راید، عضو انستیتوی صلح آمریکا، یکی از اون افرادی است که در رأس گلوبالیست هاست، در رأس گلوبالیزه کردن کشورهای به قول خودشون جهان سوم آفریقایی و کشورهای خاورمیانه. خاورمیانه همیشه گفتم نام غلطی است، حوزه تمدنی ایران بزرگ، ولی خب حالا اینا میگن خاورمیانه، کاری ندارم. و در این راستا آقای رابین راید، عضو انستیتوی صلح آمریکا، میاد اینچنین در واشنگتن پست این اقدام آقای ظریف رو تقدیر میکنه و میگه که این کار آقای ظریف اثرگذارترین دیپلماسی عمومی ایران در 34 سال گذشته بوده. این حرف آقای رابین رایت. اینا رو بزنیم اینجا، برای همینم هم حتی نکته جالبیه این خیانت‌های گسترده آقای ظریف و به ویژه لبیک گفتن به درخواست خانم کریستین پولوسی هستش که شما می‌بینید در سال 2015 صحبت این میشه که آقای ظریف رو میخوام بهش جایزه صلح نوبل بدن. همیشه بهتون گفتم این جوایز تقلبیست،
و امسال هم که سال 2017 دوباره مطرح شده که بیشترین شانس برای گرفتن جایزه صلح نوبل آقای ظریف داره. حالا البته من اینو نمیدونم جایزه صلح نوبل نروژ رو قراره بهشون بدن، بحثش بود که این دو سه روز گذشته رد شد، یا در مورد جایزه صلح نوبل سوئد. این چون میدونید که بین نروژ و سوئد این مسئله اختلافه که نوبل مال کدومشون بوده، چون نوبل یک دانشمندی بوده که خیلی هم براتون جالبه این نکته رو خیلی کوتاه بگم، دینامیت رو اختراع کرده و با این دینامیت چقدر همدیگر رو که نکشتن. حالا چون پول زیادی داشته وارث نداشته، بعد اومده که گفته حالا من چون دینامیت رو درست کردم حالا میخوایم جایزه مثلا چیز کنیم، هر کسی کاری در راستای صلح کنه من با این پولی که از این دینامیت ها درآوردم میخوام بهش جایزه بدم. و این دیگه حالا خودش یک منبع درآمدی شده برای کشور سوئد و نروژ. یه بحث طولانیه نروژ و سوئد، چون قبلا نروژ بخشی از سوئد بوده الان جدا شده. نروژی ها مدعی نوبل هستن، میگن دانشمند ما بوده، دانشمند نروژی و سوئدی هم همینطور. و چرا منبع درآمده؟ چون کسانی که در اون مراسم شرکت میکنن فقط به خاطر درخواست این که شرکت کنن مثلا باید $1,000 مثلا بدن اولش، مثال میگم نمیدونم قیمت رو ریز نشدم در بیارم، اول باید یه مبلغی بپردازن درخواست کنن تا در قرعه کشی این که چه کسانی در شام نوبل میتونن شدن، چون یه شام بسیار مجللی میدن میتونن شرکت کنن، چیز میکنن تو اون قرعه کشی میتونن فقط شرکت کنن که یه پول مبلغ هنگفتی میگیرن تو قرعه کشی شرکت کنن، بعد برندم شدن حالا بعد یه پول هنگفتی بدن که فقط تو مراسم شرکت کنن. و منابع درآمد دیگه ای هم نوبل داره که واردش نمیشن، ولی و یه مراسمی کاملا گلوبالیستی و کاملا انتخاب شده برای افرادی که مثلا میگن چهره های جهان سومی رو انتخاب میکنن بیشتر وقتا به اینا این جوایز بدن در راستای گلوبالیزه کردن ایران. مثلا شما میبینید به یک خانم عقب افتاده به مانند شیرین عبادی هم این جایزه رو میدن، و شیرین عبادی رو بعد میفهمیم چرا این جایزه رو دادن. در زمانی که خانم شیرین عبادی با تروریست های تجزیه طلب چای میخوره فالوده میخوره، بعد اون موقع دوزارتون میافته که ای بابا چرا این جایزه نوبل رو دادن به این. ببینید چرا همه چی مسخره است، خود نوبل دینامیت اختراع کرده کلی باش کشته شده، حالا صلح نوبل خنده داره. و میان به عقب افتادهی به مانند خانم عبادی میدن، بعد شما عبادی رو میبینید در پارلمان سوئیس در کنار تجزیه طلب میشه، و حالا ظریف رو مطرح میکنن چون ظریف اونجا حرف خانم کریستیان پولوسی رو اجابت میکنه که گفتم نمیتونم بگم چه درخواستی این خانم کرد و ایشون چرا تو برنامه هم نمیتونم حداقل بگم به خاطر قوانین اروپا نمیتونم مطرح کنم، به خاطر دموکراسی که در اروپا وجود داره نمیتونم مطرح کنم. ولی بعدش که ایشون اجابت میکنه در 2015 و اینکه خیانت برجام و با اثبانش ایشونه که ما امضا کنیم و خودمون خلع سلاح هسته‌ای بکنیم، و حالا میبینی وقاحتا داره جلو هم میاد که آقا سر موشک بالستیک هم شما فقط بیاید پاشید و بیاید با ما مذاکره کنین، خیانت بده چقدر گسترده. برای همین این جایزه سیاسی رو در 2015 میخواستن بهش بدن، نامزد میشه و امسال هم مطرح شده. اینا همه رو بذارید کنار هم دیگه، هر چقدر بیشتر، چون جوایز همیشه بهتون گفتم به جز جوایز ورزشی در دنیا، جوایز مثلا فیلم فلان کجای کن و این و خرس طلایی کجا و اینا، همه اینا سیاسیه که به اصغر فرهادی تند و تند اون فیلمای مزخرفش، فیلمای دوزاریش جایزه آنچنانی میدن، همه اینا سیاسیه. حالا آقای ظریف هم این جوایز سیاسی براش مطرح میشه. اینا رو داشته باشین تا اینجا و تا میرسیم به دیروز، خیانت آقای ظریف در اقلیم کردی عراق برای مرگ جلال طالبانی. و شما میبینید جلال طالب جالبه، اینقدر که این کردهای عراق گلوی خودشونو پاره میکنن، آی ما کردها حقمون داره ضایع میشه، آی ما فلانی، این کرد نماها کسانی که سوء استفاده میکنن از بخش کردنشین عراق و بخش کردنشین ایران و این مسئله مطرح میکنن، مظلوم نمایی که واقعا نخنما شده است، در حقیقت دیدید چه جانیایی هستن اینا، چه جنایتکارهایی هستن. همین چند روز پیش در همین مهاباد خودمون همین افرادی که اینقدر میگن آی ما مظلوم اینا، زنن دوست خودشونو کشتن، تیکه تیکه کردن بدنشو و انداختن تو آتیش وایسادن نگاه کردن و لذت بردن از این صحنه. یعنی یک خوی وحشیگری در بخشی از ایناست که به دنبال جدایی هستن. من منظورم هموطنان عزیز ما ایرانیان عزیز مناطق کردنشین نیست، منظورم کسانی است که کردنما هستن و بحث تجزیه و قومگرایی دارن میکنن، بحثمون بخش قومگراست، این نکته سوء تفاهم نشه. وگرنه من دوستای بسیار نزدیک ایرانی ساکن
کردستان ایران دارم و یه چیزی نه من گفتم دیگه، من نه قوم لور میشناسم، نه کرد میشناسم، نه گیلانی، نه آذری. همسرم ایرانی ساکن آذربایجان، مادرم ایرانی ساکن گیلانه. دیگه اینا رو مطرح میکنیم، دیگه به مادر خودم گیلانی نمیگم. این نکات هم باید دقت کنیم. این متدی هم که دارم مطرح میکنم متد به صورت پژوهشی متد آقای استاد کسروی است و به صورت عملی هم رضا شاه بزرگ پیاده کرده. حالا اینم بذاریم کنار، نمیخوام خیلی پیچیده بشه. آقای جواد ظریف در خیانت بزرگی که برمیگرده میکنه بلند میشه، میره در اقلیم کردی عراق دیروز و همونطور که صحنه ها و تصاویرش رو دارید میبینید، میره و به جنازه جلال طالبانی که با پرچم کردستان، پرچم جلی کردستان پوشیده شده، احترام علی احترام کنه. بهتون گفتم، داشتم میگفتم که این کردها اینقدر مظلوم نمایی میکنن و میگن اینقدر حق مار خوردن. در عراق جلال طالبانی 10 سال رئیس جمهور بوده و الان هم فؤاد معصوم کردیست، کرد مال بخش کرد عراقه و رئیس جمهور فعلی عراق هم الان کرده. ببینید اینا و هر چقدر به این تجزیه طلبا شما بیشتر رو بدی، رئیس جمهور هم کرد بکنید، اینا به دنبال خیانتشون هستن. کسانی که میگن اون شیرین عقلان و بی شرفانی که در رسانه های لس آنجلسی و جبهه اصلاحات میگن که ظلم و ستم میشه مثلا در ایران به بخش ایرانیان ساکن کردستان، اینا مثلا مقامات زیادی ندارن، که دارن، دروغ میگن. ولی حتی اگه شما بیاد یک ایرانی مثلا از همین قومگراها یکیشون هم بکنی رئیس جمهور یا رهبر جمهوری اسلامی، باز اینا به دنبال جدایی هستن، چون اینا 100 سال مغزاشون شستشو داده شده این قومگرا و به دنبال خیانت به مام میهنن. شک نکنید تو این قضیه، به صورت سیستماتیک دارن خیانت میکنن، نه به صورت موردی، سیستماتیک رو قاعده دارن خیانت میکنن. اینا با تجزیه طلب جماعت آقای ظریف بلند شدی رفتی اونجا، تنها مقام رسمی کشورهای یک کشور دیگه بوده آقای ظریف اونجا، به جز آقای ظریف مقامات دولت مرکزی عراق اونجا بودن. به محضی که میبینن رئیس جمهور سابق عراق رو با پرچم اقلیم کردی عراق چیز میکنن، پرچم جعلی اقلیم کردی میان میپوشونن، مقامات عراق میرن دولت مرکزی، اون وقت آقای ظریف اونجا وایساده. آقای ظریف سران حکومت جمهوری اسلامی از اون خامنه ایش بگیر که من از این بیورزگی خامنه‌ای دیگه داره رو ما خمیره، چگونه به شما تجزیه طلبان انقلاب اجازه داده جولان بدید تو اون مملکت، تا همون رئیس جمهور ستون پنجم غربی روحانی بگیر، خیانتکار بزرگی که همیشه در راستای تضعیف کردن نیروی نظامی ما قدم برداشت و جز اولین کسانی بود که همصدا با مسعود رجوی فریاد انحلال ارتش سردار در سال 60 قبل از 60 سال 58 تا 60 بله اینو مطرح کرد آقای روحانی، تا دیگر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ما به تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور عراق میخوایم احترام بذاریم. شما چگونه بلند شدی؟ شما الان احترام گذاشتی به تمامیت ارضی عراق که اونجا وایسادی در کنار پرچم جعلی اقلیم کردی عراق؟ آخه خائن، تو باید بلند میشدی میرفتی، چگونه وایسادی؟ و من امیدوارم مقامات جمهوری اسلامی برخورد سنگینی با این آدم بکنن. کسان اون بخش آریایی که در حکومت جمهوری اسلامی در پشت صحنه دارن کار میکنن، هر چه زودتر این ستون پنجم ها رو جلوشون رو بگیرن. و ایشون اون کارو میکنه، این خیانت بزرگو میکنه و اونجا وای میسته در کنار بارزانی خائن. بارزانی مجرمه، شما رفتید کنار یه مجرم وایسادی آقای ظریف. بارزانی طبق قوانین بین المللی جرم مرتکب شده آقای ظریف. ایشون به خاطر حالا اینکه جاسوس اسرائیل، اینکه پیشینه اسرائیلی داره یهودیه، اینا رو همه رو میذارم کنار، به طبق قوانین بین المللی بابت اینکه تمامیت ارضی عراق رو به خطر انداخته، ایشون مجرم و به حق باید اشد مجازات محاکمه بشه و به اشد مجازات محکوم بشه آقای بارزانی، به خاطر خیانتش به تمامیت ارضی. اون وقت رفتی کنار بارزانی وایستدی؟ خائن. بعد یه مش احمق بی سواد در فضای مجلس دیدی سیاست آقای ظریف و همین سیاست ورزی ها بوده و همین شیرین عقلانی به مانند شماها در فضای مجازی بوده که در طول تاریخ تیکه تیکه از جیگرگوشه های وطن ما جدا شدن.
همین شیرین عقلانی به مانند شما بوده که امروز ما سمرقند و بخارا و قفقاز و گرجستان و چچن رو نداریم، آذربایجان رو نداریم، ارمنستان رو نداریم، ترکمنستان رو نداریم. همین به خاطر سیاست ورزی های ظریف بازی ها بوده. به حق هم بعضی جا ظریف ها با این مصدق مقایسه میکنن. درست، دقیقا. حالا اینم دلیلش رو بعدها خواهم گفت چرا، الان نمیخوام بگم. من این نکته رو میبینم. من یک نکته دیگه بگم که دیروز خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران طبق سیگنال هایی که طبق برخی از دیپلمات های ایرانی و غربی به رویترز رسیده، ایران آمادگی داره که بشینه سر مسائل موشک های بالستیک نشست بذاره و مذاکره کنه. یعنی خیانت بزرگ. و بلافاصله آقای ظریف دیروز مصاحبه ای رو کردن که خبرگزاری فارس هم منتشرش کرده، خبرگزاری دیگه حکومت هم منتشر کردن و آقای ظریف اونجا صراحتن گفته که در چارچوب توافق هسته‌ای هیچ بندی را برای محدود کردن توافق دفاعی نپذیرفتیم. ظریف گفته ما بر سر هیچ چیزی برای محدود کردن توان دفاعی ما توافق نکنیم، به این دلیل روشن که آمریکا در حال ارسال سلاح‌های زیادی به منطقه ما هست. یه دقیقه دقت کنید ظریف چقدر واقعا آدم روباه صفتیه. این حرفش هر کی الان اولین بار بشنمه میگه خب دمش گرم دیگه، حاضر نشدن محدود کنن. دقت کنید ظریف، یه بار دیگه میخونم: ما بر سر هیچ چیزی برای محدود کردن توان دفاعی ما توافق نکردیم، به خاطر اینکه آمریکا هم داره سلاح میفرسته تو منطقه. اینجا رویترز چی رو مدعی شده؟ گفته ایران حاضر شده بشینه سر مسائل موشک های بالستیک مذاکره کنه. ظریف پشت بندش میاد چی مصاحبه میکنه؟ میگه ما بر سر هیچ چیزی که توان دفاعی من را محدود کند توافق نکردیم. یعنی زیرزیرکی داره میگه که ما توافق نکردیم، ولی اصل مذاکره رو زیر سوال نمیبره آقای ظریف. یعنی شاید مذاکره کردیم توافق نکردیم دیگه. خیلی نکته یه چیز جالبیست. اصلا نشستن و مذاکره کردن سر مسئله موشک های بالستیک، نه تنها موشک های بالستیک، سر مسئله هسته‌ای هم این بوده که گفتم بدتر از قرارداد گلستان و ترکمنچای شما امضا کردی. سر موشک های بالستیک فقط بشینید با کسی صحبت کنید خیانته. آقا توان نظامی کشورمون شما نمیتونید به مذاکره بذارید. آقای ظریف ستون پنجم غرب و اینجا میگه توافق نکردیم، پس حتما یه گفتگویی کردی که توافق نکردی. حالا اصلا اصل گفتگو در این زمینه خیانته. برخی چیزا گفتگو ناپذیرن، برخی چیزا رای ناپذیرن. بارها گفتم شما اصل شکنجه رو نمیتونی به رای بذاری، هرچند که شما مطمئن باشی 100% جامعه علیه شکنجه رای خواهند داد. شما نمیتونی. شما در مورد این که زن انسان است یا نه که در عربستان از این رأی‌گیری ها و از این کنفرانس ها میذارن، نمیتونی همچین چیزی رو برگزار کنی که زن انسان هست یا نه. معلومه که انسانه. نمیتونی رأی‌گیری برگزار کنی که آیا زن حقوقش با مرد مساوی هست یا نه. نمیتونی اینو برگزار کنی، چون مسلما زن حقوقش با مرد برابره. طبق اصلا هر دیدگاهی، طبق باور ژرف ایرانی، یه سری چیزا رأی‌ناپذیره. مثلا برای همین که بیای بشینی بگی آقا زن نباید حقوقش به نسبت به مرد مثلا برابر باشه، یا زن انسان هست یا نه، یا شکنجه خوبه یا بد، همین اصلا زیر سواله. شما در اسپانیا دیدید، با این که اسپانیا میدونست اگه در کاتالونا اجازه همه پرسی رو بده، یک چیزی نزدیک 54 الا 56 درصد مردم کاتالونا رأیشون نه هست. اصلی اصلا ببخشی اینکه شما رأی بذارید که حالا 100% کاتالونا اصلا بگه نه، اساس این رای گیری اشتباه، غرور ملی ما را زیر سوال میبره. حالا آقای ظریف داستانشه، میگه توافق نکردیم که ایران مسئله دفاعیشو محدود کنه، پس حتما گفتگو کردی سر موشکای بالستیک که توافق نکردی. تو بیخود کردی که گفتگو کردی. یا هر کس در سران حکومت بخواد سر موشکای بالستیک گفتگو کنه بیخود کرده؟ اقتدار ملی. و اینم من بگم آقای جواد ظریف که رفتن در کنار بارزانی خائن وایستادن، بارزانی بی شرفی که زمانی که داعش حمله کرد موسل اونجا تنها گذاشتن تا موسل توسط داعش دستگیر بشه و اسنادش داره میاد بیرون همینجوری، و افتاد به چه کنم چه کنم و به سردار سلیمانی گفت نجاتش بده. آقای ظریف دیروز در کنار، وقتی رفت در کنار بارزانی وایستاد و با پرچم جعلی کردستان رفت ادای احترام کرد،
خیانت کرد به خون تک به تک مدافعان وطن در عراق و سوریه. آقای ظریف خیانت کرد به خون اینا. آقای ظریف خیانت کرد به خون حججی ها. آقای ظریف شما باید پاسخگوی این خیانتتون یه روزی باشید. و بی غیرت هایی که در جمهوری اسلامی ادعاتون میشه جلوی غرب وایسادید. بی غیرت هایی که میگید ما جلوی مبارزه داریم میکنیم با غربگرایی و موساد. چگونه میتونید ظریف رو تحمل کنید؟ دم از اصولگرایی هم میزنید. فقط اصولگراییتون اینقدر بدبختید که به چادر و به موی زنان ما فقط بنده. اصولگرایی رو فقط تو این میبینید که یک دختری حالا موش بیرون نباشه. اصولگرایی رو تو این میبینید که یک کنسرت برگزار نشه که دل جوان ایرانی شاد بشه. اصولگرایی رو شما تو چی میبینید؟ فقط توی موازین مسخره اسلامیتون میبینید. اون وقت ستون پنجم غرب راست راست داره تو اون کشور راه میره، وزیر امور خارجه تونه، رئیس جمهورتون ستون پنجم غربه. اینا رو نمیبینید؟ آخه چه اصولگرایی شما هستید؟ تمام اصولگراییتون فقط تو اون اسلام اهریمنیتون خلاصه شده؟ خب بیدار بشید دیگه. وقتی آقای ظریف رفت اونجا کنار پرچم کردستان وایساده، به خون جانباختگان و مدافعان وطن ما در عراق و سوریه بی احترامی کرده، شما نمی‌بینید؟ هیچ مقام دیپلماتیکی در اقلیم کردی عراق سر جلال طالبانی نرفته جز این ظریف. هیچ مقام رسمی نرفته. حداقل اگه این خیانت هم میخواست جریان اصلاحات کنه، یه نیروی رده دهمتون رو میفرستادید. وزیر امور خارجه مملکتمون بلند شده رفته اونجا وایستاده در برابر پرچم جعلی که 100 ساله توسط شوروی و موساد و اینا راه اندازی شده، توسط MI6 حمایت شده، میره احترام میذاره. واقعا شرم‌آوره. و نکته آخر رو بهتون بگم عزیزان، که بهتون یه چیزی رو میگم، میخوام تا تهش برید دیگه که چرا بهتون میگم اینا جاسوسن. جریان اصلاح طلب چرا میگم جاسوسن؟ یه سریالیه، اگه ندیدید همین الان برید دانلود کنید ببینید، به نام هوملند. سریال هوملند تا الان 6 فصلش اومده. میدانید که آمریکا هر کاری میخواد بکنه، سینمای هالیوود هر کاری میخواد، اولا که بیشتر کمپانی‌های سینمای هالیوود در دست جریان موساده، یهودی‌ها هستن. یهودی‌های حامی صهیونیست. من یه نکته رو باید اینجا اشاره کنم. بهترین دوستان من یهودی هستن و یهودیان ایرانی هستن، خیلی هم ایران دوستن. یهودی ایران دوست با یهودی حامی صهیونیست دوتا مسئله است. صهیونیست با یهودی دوتا مسئله جداست. منظورم بیشتر کمپانی‌های هالیوود دست صهیونیست هستن. که حالا جالبه، یه چیزی می‌خوام به زودی بگم، شوکه میشید خیلیاتون. اینجا بذارید برای اولین بار بگم. پسر آقای علیرضا نوریزاده، نیما نوریزاده، سالهاست برای کمپانی‌های حامی صهیونیست، کمپانی‌هایی که زیر نظر صهیونیست دارن اداره میشن تو هالیوود، براشون فیلم میسازه. آقای نوریزاده دیدی ما کی هستیم؟ به زودی پسرت نوریزاده رو، نیما نوریزاده رو مطرح میکنیم. حالا اینجا رو ولش کنید. سریال هوملند رو اینا میسازن. فصل سوم به این ورش در مورد ایران، حتما نگاه کنید. خیلی مهمه. و شما در سریال های آمریکا، شما یادتونه مثلا یه سریال اینا ساخته بودن به نام 24 در مورد همین مذاکرات هسته‌ای، 10 سال پیش پیش بینی کرده بودن به چه شکلیه. میدونستن 10 سال پیش ظریف یا مثلا اینا رو دارن آماده میکنن. در این سریال هوملند نشون میده که چگونه CIA از درون حکومت جمهوری اسلامی جاسوس میگیره. مثلا در این سریال یک کاراکتری داره به نام جوادی که نفر دوم وزارت اطلاعات و اینا هستش. و خیلی جالبه، نام اون جوادیه تو سریال آقای جواد ظریف، حالا شاید این نامو نمیدونم بی منظور بوده یا همینجوری چیز بوده با قصد بوده، اینا کاری ندارم. از این جوادی یک سری مدارک میگیرن تو این سریال که این فساد مالی داره، میان تهدیدش میکنن، میگن اگه برای CIA کار نکنی ما این اسناد رو منتشر کنیم خود جمهوری اسلامی اعدامت میکنن. اونو مجبور میکنن همکاری کنه. و در همین سریال هوملند چون اینا پیش بینی میکردن که هیلاری کلینتون برنده بشه، تو این سریال رئیس جمهور آمریکا یک خانومه. خیلی چیز جالبیه. میگه حالا داستان ترامپ و این که چی شده در برابر گلوبالیستا و اسرائیل، اینا همه رو می‌ذاریم کنار. در این سریال اصلا پیش بینی کرده بودن، داشتن ذهن‌ها رو آماده می‌کردن یک خانومی قراره رئیس جمهور بشه. و در این سریال نشون میده CIA چگونه نفوذ میکنه در ایران. این سریال‌ها رو جدی بگیری، سریال‌های آمریکایی رو. شما همین فیلم‌های زامبی که هی نشون میدن
میخوام بهتون میگم چقدر پیش بینی میکنن که آقا نشون میدن زامبیا راه میرن، دارن ذهنا رو آماده میکنن. الان یه مواد مخدر اومده که من چند روز دارم تو فضای مجازی میبینم، نمیتونم صحتش رو الان تایید بکنم، ولی فیلم هایی رو دیدم در فضای مجازی کسانی که این مواد رو مصرف میکنن، مثل همین زامبیایی که سالهاست با سریال هاشون دارن مخ ما رو شستشون میدن، عین همون زامبیا میشن. بنابراین من یه درخواستی که دارم، سریال های هالیوودی رو با دقت نگاه کنید، چون نگاه میکنم، ولی نری تو بعدش چیز نشی، غرق نشید، بتونید تحلیل کنید، بدونید دارن چیکار میکنن. در همین سریال هوملند نشون میده چگونه درون حکومت جاسوس میگیرن که بخوان نظام رو عوض کنن، نه فقط نظام جمهوری اسلامی رو. اینها دنبال نابودی ایران هستن. ایران باید تیکه تیکه بشه به 6-7 کشور. برنامه‌شون اینه، وگرنه گور پدر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که در خیلی از زمین‌ها ما رو بدبخت کرده. دعوایی که ما الان داریم، هرسی که ما داریم می‌خوریم، چون داریم می‌بینیم برنامه‌ریزی اینه که جمهوری اسلامی بره، ایران هم تیکه تیکه کنه. اپوزیسیون اصلاح طلبان هم که یک ارکستر هماهنگ بر علیه منافع ملی دارن موضع می‌گیرن و اینو جدی بگیرن. اون بخش آریایی که در وزارت اطلاعات، در سپاه، در ارتش، در بخش‌های دیگه و گوناگونی هستن، اون انسان‌های با غیرتی که آریایی هستن و پشت این حکومتن، بعضیاشون هم جلو هستن صحبت میکنن، مثل سرگود فروزش، درود به شرفش، گوشاشون رو باز کنن، حواستون رو جمع کنید. اگر جلوی این بساط اصلاح طلبی رو جمع نکنید و اگر خودتون پیش قدم نشید، ببینید اصلاح طلبا در راستای مسئله مدنی شما رو دور زدن و برندم شدن تا اینجا، شما بگید مسئله رو تو دست بگیرید، شما بیایید مدعی آزادی پوشش بشید، جریان اصولگرا رو دارم میگم، شما بیاید کنسرت ها رو برگزار نذارید. از این موارد جزئی به خدا بدبختی است که مردم ما فقط به خاطر اینکه حجابشون برداشته بشه دارن میرن سمت اصلاح طلبا. شما بیاید مدعی بشید، دست بردارید از این اسلام اهریمنیتون، وگرنه هم خودتون میرید هم ایران میره، خودتون به جهنم. یه خورده بابا بفهمی، ببینی ظریف و اینا دارن چیکار میکنن با 4 تا وعده علکی آزادی کنسرت و آزادی حجاب و اینا، چگونه خودشونو در دل مردم کردن. شما این کارو بکنید، به بخش سلیبریتی رو بیشتر جمع کنید دور خودتون. خیلی ضعیف عمل میکنید، سلیبریتی هم آخه خاک بر سرتون کنن، میرید جمع میکنید، میرید نهایتا امیر تتلو رو پیدا میکنید. برید سلیبریتی ها رو جمع کنید، ببینید اینا چگونه رفتن سلیبریتی ها رو به مانند شجریان خائن رو جمع کردن، چگونه با وعده آزادی پوشش، آزادی کنسرت اینا و وعده های مدنی، آزادی های مدنی دارن به این آب و خاک خیانت میکنن. شما آزادی های مدنی رو بدید، نذارید جریان اصلاح طلب این گونه ریشه بکنه در جامعه. میبینید که الان آقای ظریف چیکار کرده و من از بخش آریایی میخوام به خاطر این حضور بخش آریایی که در حکومته، به خاطر حضور آقای ظریف در پای پرچم جعلی اقلیم کردی عراق، واکنش درخوری نشون بده و امیدوارم این واکنش انقدر درخور باشه که ما شاهد استیضاح آقای ظریف بابت این خیانت گستردش، بابت توهینش به خون جان باختگان مدافع وطن ما در سوریه و عراق بشه. اگه غیرت دارید، حتی برای همون اسلام اهریمنی شیعتون هم اگه غیرت دارید، الان باید جلوی ظریف وایسید. من صحبت خاصی ندارم، امیدوارم این برنامه که مخاطبان خاصی در درون حکومت داشت به گوششون رسیده باشه و یک مقدار تکون خورده باشن. و عزیزان، بابت اینکه برنامه منو در سطح گسترده دارید پخش میکنید و تیکه تیکه صحبتهای منو برمیدارید پخش میکنید، پوستر درست میکنید، اون عزیزان بچه هایی که ما رو همراهی میکنن، بی نهایت ازتون سپاسگزارم. دست به دست هم میبینید شرایط چگونیه، با چگونه هست، واقعا انقدر دردناکه که خیلی عصبی شدم. دست به دست هم باید بدیم و هم حضوری کنیم و تا جایی که میتونیم ما خط مقدم مبارزه هستیم در این داستان، وگرنه مبارزه امروز مبارزه نرمه، مبارزه رسانه هاست. الان دیدید یکی از مقامات موساد چی برگشت گفت، که ما رسانه ها رو تسخیر کردیم و پس از اینکه رسانه ها رو تونستیم تسخیر کنیم، تونستیم بر دنیا مدیریت بکنیم. این مسائل رو دارید هر روز میبینید، برای همین در راستای مبارزه جنگ نرم ما خط مقدمیم و بسیار امکاناتمون محدوده و دست به دست هم باید بدیم و بیشتر این صدا پخش بشه. پاینده ایران، ایران بزرگ، آرمان بزرگ میخواد. بدرود.